یکی از دستاوردهای مهم 15 سال اخیر تحول در زندگی زنان افغانستان بوده است. در این سالها تلاش زیاد برای بهتر شدن و بیشتر شدن سهم مشارکت زنان در بخش‌های گوناگون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بوده است و شماری از بانوان هم در این سالها تلاش کردند تا وضعیت زندگی زنان در افغانستان بهبود بیابد و یکی از این پیشتازان بانو زهرا نادری، مشاور ارشد رئیس جمهور در سازمان ملل متحد است. سلام، به برنامه رخ خوش آمدید. خیلی تشکر بانو نادری که وقت گذاشتید و فرصت دادید که گفتگو با شما در برنامه رخ داشته باشیم. میخوام نخستین پرسش را از اینجا شروع بکنم که در مورد مسئولیت‌های شما بیشتر صحبت بکنیم. شما قبلا عضو مجلس نمایندگان بودین و حالا هم به عنوان مشاور ارشد رئیس جمهور کار میکنین. کارهایتان را بیشتر در کجا موثر میدانستین؟ آیا در مجلس نمایندگان زمانی که بودین یا حالا که به عنوان مشاور رئیس جمهور در هر کار میکنین؟ تشکر. یک سوال خیلی فکر میکنم مهم و تحرک کننده و مغز خودم است. سوال خیلی بجا. ما البته در مدت 5 سال که در پارلمان بودم بار اول بود که ما یعنی تجربه ابتداییم بود در پارلمان، اولین بار بود که ما وکیل شده بودم. به قسم یک وکیل یا نماینده مردم بیشتر سر و کار با مردم افغانستان بود و وظیفه پارلمان هم خیلی روشن است که نمایندگی از مردم هست، در عین زمان ساختن قانون است و نظارت حکومت است. در این سی بود ما چقدر مسئولیت داشتیم تحلیل زیبا دست ما نیست. تحلیل زیبا دست مردم افغانستان هست که اونا تعریف کنند که ما چقدر موفق بودیم و چقدر تونستیم کار کنیم. چقدر خودتون راحت احساس میکنین در کدام بخش بیشتر؟ حالا که به عنوان مشاور کار میکنین در ریاست جمهوری یا زمان که عضو مجلس نمایندگان بودین بیشتر با خانم‌ها سر کار داشتین و بیشتر با مردم سر کار داشتین؟ ما به سوالتون میخوام جواب بتون با این مقدمه. البته بعد از 5 سال تجربه کاری در داخل پارلمان که یک بخش نظارت از حکومت افغانستان هست، حال در موقفی آمدیم که متفاوت است از موقفی که ما در داخل پارلمان داشتم. یعنی هنوز هم کارهایی که ما میکنیم باید محوریت مردم افغانستان یعنی شکل بده. هر موضوعی که در داخل حکومت میشه نتیجه نهاییش مردم افغانستان باید ببینن، اما برخورد کارها متفاوت هست. شما یعنی شاید بودین وقتی که ما در داخل پارلمان بودم بیشتر با مطبوعات سر و کار داشتم. هر موردی که می آمد سر و صدا در داخل پارلمان بلند کردن و با وضاحت روی موضوع بحث کردن جزی کاریکتر و یا شخصیت یک وکیل است، یعنی شخصیت کاری یک وکیل است. اما وقتی که در حکومت میای جنگ ها متفاوت‌تر میشه. جنگ ها بیشتر در داخل است. در داخل باید بیشتر کوشش کنی که مسئولیتی را اگر میتونی تا اندازه‌ای را داشته باشی باید بیان کنی. در داخل حکومت فعلا که ما کار میکنم تقریبا 1 سال شده، آل زمانی هست که ما باید یک نتیجه گیری کنم که آیا در داخل حکومت ما مسئولیت میداشته باشیم یا نه. اگر مسئولیت میتونم داشته باشم در داخل حکومت خوب است، ادامه میتونم. اگر هر زمانی که احساس کنم که ما مسئولیت نمیداشته باشم او باید ختم کارم باشه، به خاطر از این که یک کاری را که داخل میشی مسئولیت به اون نمی داشته باشی و دوامدار پیش میری، هم کار از پیشت میشاره و هم خودت میشاره. یعنی فکر میکنم در طول 1 سال موفق بودین در این پستی که هستین؟ ما در طول 1 سال خیلی چیزای آموزنده بود. ما باید دیسپلین کاری جدید را بر خود پیدا میکردم. یعنی کار کردن در داخل حکومت حالتی را داره که سر و صدا و غوغایی را که در بیرون میبینی وقتی که در داخل حکومت هستی یکی از وظایف اساسی که مسئولیتی اما وظایف خود را درک کنی است که صدای بیرونی را ازش نگریزی. سر و صدا و ناراحتی هایی که در بیرون هست تو چه قسم میتونی را در داخل آورده برش مبارزه داخلی کنی و این کار آسان نیست عموماً در بین حکومت ها. اما فکر میکنم وقتی که یک مسئولیت را میگیری میخوای که به اون مسئولیت پیش بری باید چالش هایش با خود داشته باشی. حالا این که ما در حکومت مدت 1 سال از کار میکنم کوشش کردم تا جایی را که بتانم کارم مسلکی پیش ببرم.
مسلکی پیش بردن به این معنا نیست که باید وقتی که در حکومت میایی صدای تا به یک سازش تسلیم کنی و هر کار خراب را که میبینی برش میخوای که توجیه صحیح برش داشته باشی. ما به این معتقد است وقتی که در حکومت میایی یک مبارزه جدیدتری نسبت در پارلمان وقتی که بودم بر ما به وجود آمد، مبارزه‌ای که باید هم مسلکی برخورد کنی، هم مردم امیدش بر حکومت داری دوامدار بسازی و هم در عین زمان جنگ و صداهایی که در بیرون و قسم ناهنجار وجود داره در داخل اون مبارزه را باید پیش ببری بدون از اینکه مردم در بیرون بیشتر تحرک کنی. کار آسانی نیست، دشوار هست، جز مبارزه هست. باید چقدر موفق بودین در این مبارزه؟ من نمیفهم که چقدر موفق بودیم. مثل که بر شما گفتم، آل زمانی هست که ما باید مسئولیت ما بیشتر برش بررسی داشته باشم. ما یک موضوعی که برای من خیلی تشویق کننده البته در داخل حکومت در کارایش بوده، یکش امو کار کردم در داخل پارلمان افغانستان بود، چون که ما از مردم، من فکر میکنم یک افتخارات خیلی بزرگ بود وقتی که در داخل پارلمان افغانستان هستی، وقتی که از یک ولایتش نمایندگی میکنی یک افتخارات خیلی بزرگ است و بلخصوص در بعضی بحث‌ها نماینده ملت هستی، از یک ملت بزرگ نمایندگی کردی، دست بالایی داری که میشه آزاد صحبت بکنی در مورد مردم، در مورد مشکلاتشان و در مورد اگر انتقاد داشته باشیم بالای حکومت. ولی اگر من کارمند حکومت میشین، بعضی مسائل است که به عنوان یک کارمند حکومت باید متوجه باشین و بیشتر در موردش صحبت نکنین. ما شخصا به این معتقد نیستم. ما به این معتقد هستم وقتی کارمند دولت میشی، در حکومت میشی، داخل حکومت میایی، سر و صدایی که در بیرون است به جای قال مقال مبارزه تا میخوای بر تغییرات بشی. مشخصا در مورد سر صداها صحبت میکنین خانم نادری، چه سر صداهایی، چه مشکلاتی و چه چالش هایی که شما با اشاره میکنین که در بیرون از حکومت هست و تو باید در داخل حکومت در مورد اون مبارزه کنی؟ چیزی که شما گفتین، مثلا وقتی در پارلمان هستی مایک روشن میکنی صحبت میکنی، وقتی جامعه مدنی رو میاریم در پیش روی تلویزیون میای صحبت میکنه، اما وقت کارمند حکومت هستی وظیفه تی است که اونمو سر و صدای نارضایتی را که از مردم میشنوی چقدر در داخل او صدا را تو برش قوت میخوای بتی برای عملی کردنش. ما شخصا به این معتقد نیستم که وقتی در حکومت میایی باید سازش کنی صدای تو بتی و برش بگویی که هر کار خراب میشه ما بلی میگم. و بانو نادری سازش نکرده با حکومت، آن چیزی که دیده واقعیت ها بوده در موردش مبارزه کرده؟ ما فکر میکنم ما کسانی که در داخل حکومت کار میکنیم، ما خدمتگار مردم افغانستان باید باشیم. ما سر و صدایی را که در بیرون میشنویم دوباره غال مغال کردن به درد نمیخوره. در اوجه هستی باید کار بکنی. هر وقتی که مثلا کسایی که در بیرون هست داخل حکومت نیست، اگر نقد میکنه بر حکومت، فکر میکنم خیلی منصفانه میباشه که یک بخشی از کار حکومت که مسئولیت شهروندی میباشه یا جامعه مدنی میباشه یا از پارلمان افغانستان میباشه، باید هر کس بخشی کاری و مسئولیت خود را تفکیک کنه. اما بخشی که بر حکومت میرسه، کسانی که در حکومت میآیه، اونا باید برای تغییراتش در داخل مبارزه کنن. دو مفکوره وجود داره، یکی سر و صدا و غوغاست، یکی انتقاداتی اساسی هست. مثلا سر و صدا و غوغایی است که در حوزه سیاسی وقت کار میکنی، مردم حق و ناق یگان انسان ها هستن که حق و ناحق بر هر چیز نقد کنن. ما به این معتقد هستم به قسم یک فردی که در حکومت کار میکنم، ما بر خود وظیفه میدانم که در کدامش غوغاست، تنها غالمغال است، کدامش نقد اساسی هست که واقعا ما مشکل داریم. در کردین تا آره با نادری تشخیص کردین که چه نقدای اساسی بر حکومت وارد است که شما در موردش صحبت بکنین با حکومت، در موردش مشاوره بتین با حکومت و به خاطر همین نقدها و برطرف کردن این نقدها کار اساسی انجام بتین؟ ببینین، در بخش حکومتداری مردم افغانستان وقتی خدمات بهتر میخواین، شفافیت میخواین، کاهش و بعدا از بین بردن خشونت میخواین، کاهش و از بین بردن فساد اداری میخواین، مردم میخواین نان سر دسترخوانشان باشن، مردم میخواین که حکومت خدمتگارشان باشن، چون که رأی دادن دموکراسی را تعریف کنن، همش حق اساسی مردم افغانستان. چقدر به حق دسترسی پیدا کرده مردم افغانستان؟ چقدر سرسفره مردم افغانستان نان آمده از دید شما بانو نادری؟ اگر ببینید در داخل حکومت چالش هم وجود داره، اما در عین زمان مبارزه هم وجود داره. برنامه ها یا پروژه های بزرگ ملی که در راستای مثلا خدریل روش کار میشه، برق روش کار میشه، این کارها باید 10 سال قبل میشد که امروز ما و شما ثمره از رو میبینیم. همه متاسفانه در
حکومت گذشته واجه ها وجود داشت اما عمل کرد وجود نداشت. اما یک انتقاد کلان بالای حکومت است با نادری که بیشتر این کارها صورت گرفته در طول همین 17 سال و حکومت فعلی فقط افتتاح میکنه و کف میزنه برش، در حال کارهای اساسی بنیادش گذاشته شده بوده در گذشته. من نمیفهم که وقتی چنین ادعاهایی میایه که کاملا به یک سمت میبره موضوع را، چقدر اما کسی که گوینده ای موضوع هست مردم خود متیقن میسازه، به خاطر که ما میدانیم 17 سال حکومت یا دولتی که در افغانستان وجود داشت با کمک جامعه جهانی به پیش میرفت. حتما سر و صداهای مفکورای وجود داشت که افغانستان باید خود یک کشوری را که میای هیچ چیز نداره تمام موارد بنیادیش از بین رفته در جنگ ها و دوباره بازسازی بکنیم. اما اراده سیاسی قوی وجود نداشت که برش کار کنه، چون که اراده قوی سیاسی بیشتر به سیاست زدگی مصروف بود، بیشتر برای موارد خیلی ما افغان خوب یک ملت سنتی بیشتر تعریف شده. بله. و در این زمان سیاست ما سیاست سنتی هست، حتی کسایی که خیلی مدرن هست امروز هم در سیاست مدرنی که ما میخواییم تعریف کنیم او خیلی قوی آغوشته با سیاست سنتی است که حقیقتهای افغانستان هست کس نمیتونه از چشم پوشی کنه. حکومت قبلی بیشتر به این سیاست ها مصروف بود به جای برنامه های بزرگی را که باید رایه میکرد. شما ببینین امسایه های ما از تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، همین قسم بریم قزاقستان برای هر کدام از اینا، افغانستان چقدر ارتباطات نزدیک با اینا داشتن. ما بیشتر با دنیای غرب ارتباط داشتیم به جای از این همسایه‌هایی که در اطراف ما هستن، ایران و یا پاکستان که یک از کشورهای است به صورت متاسفانه به صورت عموم معاملهش مشکل داره. اما اگر شما حکومت ببینید در طی 30 سال ارتباطات خیلی قوی با کشورها ساختن، در حالی که حکومت قبلی 14 سال داشت که با اینا باید ارتباط وصل میکرد. افغان های ما در کشور ها تو زندگی میکردن اما یه حکومت گذشته نتانستن که نمی ارتباط ها تحسنه رو با امسایش وصل کنن. وقتی که با امسایه ارتباط خوب نداری چطور میتونی که امنیت بهتر بیاری؟ چطور میتونی اقتصاد کشور قوی بسازن؟ شما بیاد دارین و قدر سال زیاد هم نگذاشته پاکستان کشوری بود که تمام تقریبا اکثریت مواد وارداتی داخل کشور از پاکستان می آمد، ولی در حالت تقسیم شدن است. حال پاکستان با اون قدرتی که بر افغانستان حاکمیت داشت حالی نداره. ما نمیتونیم تنها با احساسات ما با قهر ما بخوایم مثلا مشکل افغانستان حل کنیم. درست است احساسات ما را وقتی که براز میکنیم مردم افغانستان وقتی قهرش از زبان یک کسی میبراید خوش میشه و حق داره به خاطر کسی را فکر میکنه صدایش میباشه، اما در این زمان تنها سخنرانی نمیتونه راه حل باشه. مثلا ما بیشتر روی مشاوریت صحبت نمیخوایم بیشتر صحبت کنم، به خاطر هر وقت اگر خواستین که روی مشاوریت با جزئیاتش با شما صحبت کنم ما میخوایم که صحبت در دفتر خود مشاوریت داشته باشم که شما هم دفتر ببینین هم در زیر سقف دفتر بسیار خوب نداریم روی صحبت شود. اما ما در مشاوریت ارشد رئیس جمهور چندین بار صدا بلند کردیم که در طی این مدت ما خواستیم که حتی کارهای ملل متحد در داخل افغانستان از یک ناهنجاری به طرف هنجار بیاره. هدف از ناهنجاری این است که هر نهاد ملل متحد مثلا مستقل است. پاسخگوییش و جوابگوییش در مقابل ملت افغانستان تا هنوز درست تعریف نشده. ما تنها ملل متحد در حالت میشناسیم که وقتی حقوق نقض میشه، حق نقض میشه، ما کنونسیونایش را به یاد میاریم و یا زمانی که اگر یک حادثه یا طبیعی و یا جنگی به وقوع میپیونده مردم بیجا میشه، کمک های اضطراری ملل متحد که میاد ما تنها با او آشنا هستیم. اما پاسخگویی موادی را پولی را که ملل متحد به نام افغانستان در داخل افغانستان میاره چه قسم خرج میشه، چقدر اینا پایدار برنامه ریزی به افغانستان میکنه، چقدر این برنامه ها واقعا پروگرام است به جای پروژه، این پاسخگویی را ما قوی در مقابل ملل متحد تا به حال نداشتیم. دلیلش در چی بودم؟ دلیلش برای موضوع برای میگردن که در حکومت گذشته یک کارا نمیشد، بسیار توجه برش نبود. اما از حکومت فعلی هم 3 سال میگذره پر نداری فکر نمیکنه 3 سال وقت زیادی است؟ ما کاملا ببینید ما یک اول میخوایم را بگویم که کاملا ام نظر در بخش از نقطه های اساسی را که مردم در بخش حکومت داری دارن. ما با افتخار نمایندگی از مردم افغانستان در داخل پارلمان افغانستان کردیم و صدا بلند کردیم. هر صدایی که بلند کردیم جزی تاریخچه زندگی و مفکوره و تجربه ما در مقابل مردم و افغانستان هست. اما اون نقطه کاملا بجا هست
در حکومت ما ضرورت داریم که بر علاوه اراده سیاسی در سطح بلندترین سطح، ما ضرورت داریم که در سطوح دیگر هم عمو دید به مردم افغانستان وجود داشته باشه. باید کسانی که مسئولین هستند در بخش‌های مختلف حکومتداری، باید اونمو دیدی رهبریت از رئیس جمهور اونا در وجود و مغز و ذهن خودشان عزم کنن، همین مفکوره رو اونا برن پیاده کنن. در مورد رئیس جمهور صحبت کردین، اکثرا مشاورین وزیران شکایت دارن و میگن کار با رئیس جمهور غنی مشکل است. واقعا همینطور است؟ کار کردن با رئیس جمهور هیچ شکی وجود نداره که آسان نیست. اما برای شخص خودم، اگر من از تجربه خود برای شما بگویم، من شخصا خوش دارم خودم ایش به چالش بکشانم. بخاطر با چالش کشاندن به خدا برای کار خود، من میتونم که یک ورژن و یا یک بهترین خودت پیدا کنم تا جایی که میتونم. اما مثلا با کار کردن با رئیس جمهور بسیار میاری بلند میخواید، بسیار زحمت میخواید. رئیس خیلی یک دیدی طول مدت برای افغانستان داره که میخواید افغانستان نه تنها نجات بده، میخواید افغانستان از فقر به قسم نجات پیدا کنه که خودش حاکمی آیندهش باشه. رئیس جمهور میخواید که امی دایره ویرانی که در داخل افغانستان وجود داره، این دایره را بنیادی ضعیف ساخته از بین ببره. من فکر میکنم همه از اینا یک دیدی خیلی بلند و بلند پروازی را با خود داره که بدبختانه در طی 14 سال در رهبریت گذشته وجود نداشت. یک کسی میخواد که ساختار اجتماع را دوباره برش باید کار کنه. کار بنیادی هیچگاه کار آسان نیست. اما اگر در اطراف رئیسی جمهور اشخاصی که ما کار میکنیم، اگر رفتار، عمل کرد، مفکوره، زبان رئیسی جمهور یک جا عزم کرده عمل نکنیم، این خرابی بر ما وجود داره. به خاطر که رئیس به سطح بسیار بلند هم از لحاظ کار تکنیکی عمل کرد میخواید، بنیادی کار شما برای افغانستان، هم از لحاظ عمل کرد مسلکی، ای که افراد چقدر میتونه توان جذب کردن مفکوره رئیس جمهور داشته باشه و تطبیق کنه، این دشواری های خود داره، طبیعی هست. به خاطر از یاد نبریم کسایی که امروز با رئیس جمهور کار میکنیم، رئیس جمهور فعلا یعنی مانند عزیز که در یک خانواده پدر و مادر مسئولیت اولادهای خود میده. بسیار خب، خیلی کوتاه به این مسئله اشاره کنم. الان اجازه میتونم ختم کنم که سوی تفاهم از این به وجود نیاید. رئیس جمهور تمام مردمی که امروز امرش کار میکنه، هم از اینا را شخص تربیه ندادن که امروز ثمره تربیه از اونا را اینا ببینن. اینا خواستن که مثلا بر قشر جوان و قشر زن، اگر شما ببینید در امی حکومت جدید خیلی برش بسترسازی قوی در عرصه آوردنش در حکومتداری و پوستای رهبریت داده شده. اما در یک قسمت بانوان زن ها نامید هستن، نگران هستن از آینده و از سهم مشارکتشان در سیاست و در حکومتداری که شما ازش صحبت میکنین، نگران کمتر شدن نقششان هستن. ما 4 وزیر داشتیم ولی فلحال یک وزیر امور زن ها داریم و یک خانم نهان هستن در وزارت معدن که اونا هم نتونستن از مجلس نمایندگان رای بگیرن. فکر نمیکنین در یک بودش هم نگران کننده باشه بر زنان افغانستانی مثلا؟ تمام چالش هایی که ما در داخل افغانستان داریم همیش نگران کننده است. هیچ کدامش غیر جدی نیست. اما برخورد ما در مقابل این موارد نگران کننده چقدر جدی است، چقدر سیستماتیک است، چقدر ما تعهد داریم، یک طرف قضیه است. شما ببینین خانم نهان در وزارتی که اونا امروز به قسم سرپرست هستند و به قسم یک کاندید در داخل پارلمان افغانستان معرفی شد، وزارتخانه هست که در ذهن مدرن‌ترین افغان، اگر ما افراطی صحبت نکنم، اکثریت آقایان به این نظر هستند که وزارت معدن میتونه وزارت مردانه باشه، مردها باید برای وزارت بیاین کار کنند. یعنی هر روز هم همین دید سنتی نسبت به یک زن وجود داره در افغانستان که زن باید کارهای زنانه انجام بده و مرد کارهای مردانه را. خیلی طبیعی است. من میخوام از شما بپرسم که در حکومت گذشته چنین وزارتخانه‌ای را شما شاهد بودن که یک زن بیاید رهبریت از رو به دوش بگیره و حکومت سرش اعتماد کنه و را داخل کنه؟ یعنی ما داشتیم در حکومت گذشته، این اولین بار است که در تاریخ افغانستان در امی مرحله مدرن بودنش با وضاحت خدا نشان داد که این تعهد وجود داره، تعهد سیاسی در بخش بلند. اما این را نمیخواییم که شما چشم پوشی کنم که در ساختارهای حکومت داری و یا دولت داری برای زنها خیلی یعنی
برای زنها اساس نیست. ساختارها مردانه هست. مردهایی که حتی مدرن است برش بسیار سخت تمام میشه اگر یک خانمی قوی را در مقابل خود ببینه. برش آسان است مردها حداقل این فرهنگ را به وجود آوردن. مردهایی که در بخش‌های مختلف کار میکنن اگر دو مرد دو آقایان بینشان جور نیان بر نحوی از اشکال بر خود یک راه پیدا میکنن. چون که آقایانی که در افغانستان هستن این را به قسم یک پدیده میبینن وقتی که زن میآید با مساوی امرایش برخورد میداشته باشه بعضی اوقات اینا نمیفهمن چه قسم برخورد کنن، یا یک باید از نظرش بیاندازن، یا یک فضا را بهش تنگ بسازن، یا یک برن یک خانم ضعیفی را پیدا کنن او را بیاره که بگن برون جنگوی زنانه ایتان را بینتون داشته باشین. یعنی به طریق های مختلف فضا را خرابتر می سازن، چون که فضا فضای سیاست و اون نسبت آدم بارو نداری موفق شدن که همین کار را بکنن با زنان افغانستان. ما در تمام پست های زنان افغانستان اصلا یک بحث کلان و یک انتقاد کلان همی است که زنان همون ظرفیت پیش برد وظایفی که برشون داده میشه ندارن و زنان هستن که ضعیف هستن یا وابسته به یک حزب یا به یک جایگاه آمدن به پست و نتونستن همون جایگاه خودن حس بکنن و قدرت و توانی خودشان بتونن کرسی خودشان نگه دارن. بحث شما که گفتین که اینا خانم های ضعیف را میارن که بتونن کارهای کلانتر را خود مردان انجام بدن و زنان در یک سطح پایینتر نگه داشته شون. ببینین مسئولیت را که امروز به دوش همه ما هست مسئولیت خیلی بزرگ است. از من کرده بلندتر است. ما به قسم من فرخنده زهرا نادری بر خودم مهم هستم و هر انسان دیگه حق داره که خودش به خودش مهم باشه. چون که ما جهان تجربات را که در زندگی ما میبینیم، احساسات را که ما تعریف میکنیم همیشه از وجودی خود ما احساسش حس میکنیم بعد از تعریفش میداشته باشیم. اما وقتی که میای برای تو یک وظیفه میای بر علاوه من بودن، ما بودن یک وظایفی هست که برداده میشه، چون که مسئولیت رهبریت به دوش خود میگیری و مسئولیت رهبریت کاری آسانی نیست. رهبرها یک کسی که مدیر میباشه تعریف متفاوتی بر خود داره. در بخش زنایی که مثلا در حکومت میآیه ما فکر نکنم که تمام خانم هایی را که به قدرت آوردن اینا از عذاب سیاسی آمدن بر خود قدرت گرفتن. شما برین خانم ها را یک لیست کن ببینید که چقدرش به عذاب سیاسی است. برای اما البته اعتماد کردن بر دیپلم را که داشتن، برای دیگری را که داشتن، ماستری را که داشتن، پی اچ دی را که داشتن و یا بعضی اینا که کار کردی تجربه کاری خوبی را در بخش‌های مختلف داشتن، مورد مختلف است. سپاسگزارم. اما یک موضوع را می‌خوام بر شما بگویم که در عین زمان برای کشوری میای که قدر چالش خیلی بزرگ داری، باید ابعاد مختلف تعریف کنی. بعضی اوقات نمیتونه تنها پی اچ دی یک نفر یک شخص مسلکی قوی بسازد، چون که تجربه کاری فرق میکنه از آنچه که تو میآموزی در داخل یک نهاد علمی یا ماستری یا دیپلم. اینا ابزارهایی هستند که از این استفاده خوب شوه که یک انسان به طرف مسلکی بودن برسد. ما فضای مسلکی را که با قسمی که ضرورت از طرف افغانستان تا به حال را میداشتیم نداریم. ما در عین زمان باید ایجاد فضای مسلکی را کنیم، چون که خواسته های ما خیلی بعض اوقات مدرن است، بسوی بسیار بلند است، اما خاص عمومی مردم افغانستان من فکر میکنم یک خواست خیلی بجا و اساسی و در عین زمان بعض اوقات خیلی ابتدایی است. مردم نان میخواه روی دسترخانش و میخواه که زندگی مرفوع با عزت داشته باشه. سپاسگزارم. بیشتر صحبت میکنم در این مورد. وقفه کوتاه میگیریم، دوباره برمیگردیم. به ادامه برنامه رو خوش آمدین. برو نادری، شما یکی از چهره هایی هستین که بیشتر بر زنان در افغانستان کار کردین و جزی از فعالین حقوق زن در افغانستان نیز بودین. حالا که در حکومت هستین، گپ کلان حکومت بر زنان افغانستان چه است؟ یعنی رئیس جمهور آینده زن افغانستان میخواد چه قسم باشه و چه برنامه کلانی را بر زنان افغانستان داره؟ رئیس جمهور افغانستان میخواد که زنا اولا به قسم یک زن مورد احترام نه تنها توسط واژه و صحبت قرار بگیره، بلکه برش حق از رمیته که بیایه دوش و دوش آقایان کار کنن. ما برتون مثلا 5 سفارتخانه افغانستان ما داشتیم که برای خانم ها داده شد، یه 5 به طرف افت میره. مثلا شما میبینین که 10 معین خانم ها داریم ما در وزارتخانه افغانستان. البته در وزارتخانه ما فکر میکنم ضرورت داریم بیشتر خانم ها بیاین. 2 انوزم یعنی بر ما کافی نیست. خانم سیوم یکی که ما داریم در وزارت به قسم سرپرست وزارت معدن رهبری کردن، اما نیت و اراده سیاسی را نشان میده. ما بیشتر میخواهیم، یعنی اما در عین زمان ما هم باید بیاندیشیم. اولا اگر میخواهیم که کاری واقعا زنانه بکنیم، باید یک جنبش، یک نهضت زنانه‌ای با خود داشته باشیم که نداریم.
عذاب سیاسی که بیاین بود مفکوری زنانه را سیاسی پیش ببرن معلوم نیست. من فکر نکنم که عذاب سیاسی یا بودنش مشکل داشته باشه. این که ما عذاب سیاسی را داشتیم که چند عذاب سیاسی آمد افغانستان و به صورت عموم بینشان تقسیم کردن نگرانی داریم. دموکراسی میتونه که در مقابلش عذاب دیگری را به وجود بیاره، مردم منسجم بسازد داخل سیاست شود. موضوع دیگه که خیلی مهم است که سیاست کردن گناه نیست، جز بخش هر حکومتداری و دولتداری است، اما سیاست زدگی خیلی موضوع دشوار است. ما باید وزارتخانه خود را از سیاست زدگی بیرون کنیم. باید معلوم شود که کی سیاست میکنه و کی باید سیاست کنه، کی باید کار تکنیکی کنه. وزارتخانه افغانستان ضرورت داره کار تکنیکی کنن، یک بخش بسیار کلانش. اگر یک بخشی که به قسم یک چهره سیاسی داخل میشه و سیاست میکنه تعریف شده باشد، ما از مشکوکیت بیرون میشیم. مشکل اساسی این است که همه چیز مانند سلاطه واری است. در طی 14 سال سیستم‌های بنیادی ساخته نشد که ما حتی در بخش پاسخگویی خود به آسانی یک کس را مورد پاسخگویی در علیکه قدرت قرار بدیم. اگر ما معیارهای قوی درست روشن نداشته باشیم، برای ما دشوار است که ما هر فردی که در بخش میره به شمول ما که ما مقنعتی چی را حاصل کنیم، مردم نگرانیش بلخصوص صحبت میجه از زناست، دشوار است. باید جامعه زنانه افغانستان معیارهای قوی بر خود بسازند. مثلا قطعنامه 1325 به طرف اکشن پلان خود رفت و هر سال به او گزارش داده میشه. خوب است که از ما هم بازپرسی به این باشه که سهمگیری ما در هر بخش، سهمگیری معنادار ما چی است؟ تنها آیا نشستن در اطراف میز ما را زنهای قوی میسازند؟ و یا این که کارکردهای را ما می داشته باشیم، یا صدای را ما بلند می کنیم که در نهایتش تطبیق شدن او صدای یک کار بنیادی را بر افغانستان داخل می کنند. ما ضرورت داریم که جامعه زنانه ما در بخش های مختلف وظایف خود خیلی قوی پیش بره. سیاستمدار باید معلوم شود که چه کار سیاسی می کنه. شخص تکنیکی باید معلوم شود که کی هست کار تکنیکی می کنه. که ما رهبریت در سطوح مختلف تعریف کنیم. در این حکومت زحمت کشیده شده، شما فعلا اتاق های تجارت زنا را دارید. ما یک بخش رهبری جدید از زنا را تعریف می کنیم. زنایی که رهبر در عرصه تجارت می باشند. زنایی که در بخش های مختلف خود تعریف کنند. قدرت یک جاذبه خیلی قوی داره، همه با او کشش پیدا میکنن. مثلا عذاب سیاسی، عذاب سیاسی خوش ما بیایه یا خوش ما نیایه جز ساختار سیاست همه کشورها هست. به هر کشوری بری یک کسی که از یک عذاب است عذاب دیگه را خوش نداره. اما هدفی است که ما این ساختار را چی قسم مسئولانه تطبیق کردن یه زیر بقسم پیش میبریم که ما صدای خود در همه ساختارها داشته باشیم. مثلا در عذاب سیاسی باید زنها نقش چشمگیر داشته باشه. هم معلوم شد کی زن سیاست مدار است، کی زن تکنوکرات است، کی زن تجار هست، چطور ما میتونیم بعد از یک تعریف در حوزه های مختلف کنیم زنی که اکادمیک است، همیشه باز یک جا کنیم یک تعریف عمومی از جامعه زنانه ما داره که هنوز یک تعریف عمومی وجود نداره در افغانستان. با اون قسمی که روشن باید باشن نیست متاسفانه. ما از همین چیری که یا کاملا مظلوم هستیم و یا کاملا خیلی غالمغال کنیم که ما زن هستم من مظلوم نیستم، خیلی غالمغال میکنیم سر احمد، محمود، کلبی اینا. اما بحث فرصت ها هم از خانم نادری که فرصت ها هم بر زنان افغانستان داده نشده که تا اونا خودشان نشان بدن و اما قدرت و توانی سیاست را که دارن از خودشان نشان بدن که این توانی را واقعا زن افغانستان داره. شما از جامعه سنتی صحبت کردین و گفتین که در جامعه سنتی زن افغان به سر میبرن، اما فساد وجود داره، نابسامانی ها در درون حکومت و در بیرون حکومت وجود داره. چطور میتونه یک زن همین فرصت داره و این توانی خودش را به نمایش بگذاره با موی صداتی که خودش داره در چنین جامعه ای که همه درها بسته است بر روی زنای افغانستان؟ هنوزم فکر نمیکنین که هنوز یک فرصت و یک شانس است برای بسیاری زنای که آمدن در بسیار کلان کار میکنن و زنای هستن که خیلی توانایی دارن ولی فرصت و شانس برشان داده نشده که اینا هم به نیروی عرصه کار کنن؟ من مطمئن هستم در طول تاریخ مدرن افغانستان اون فرصت هایی که باید بر خانم ها داده میشد نشد، بلخصوص در دهه های اخیر، اما فعلا برای ما یک چانس داده شده. اما با این می چانسی هم که داریم زنها خیلی چالش میبینن. خانم های هستن که در بخش های مختلف کار میکنن. ما پیشتر بر شما گفتم طریق های مختلفی هست که میخواین رو به انزوا بکشن، دقیقا یک سوال دیگه، یا ای که سیستم برخلافش میسازن، یا ای که مثلا از لحاظ سیاسی او را سیاست زده میسازن، یا ای که میان ابزاری از اونها استفاده میکنن و یک روز میندازه ایشانه. اما منظور به این هست که
برای ساختن زمینه های بهتر و فراتر ما ضرورت داریم دست به دست هم بتیم. کسانی که معتقد هستند بر موارد زن بودن به قسم یک مفکوره که بیان امی باید روشن شود. اگر این نظرت جنبش خدا نداشته باشه خود نمیتونه یک نفر تنها به خاطر از اینکه زن است به جرم زن بودنش بره بخش دیگه بیاری که تو زن هستی خی یعنی چرا این کار نشد چرا او کار نشد. این سیستم میخواد از خود مفکوره میخواد و این میخواد که این سیستم پیاده شود هر روز صداهایش بشنوند سلسله وار نسل بعدی که میان اونا سیاست زدگی بیرون شود. هدف ما این است که به صورت عموم بدبختانه ما سیاست زده شدیم اما خانم های خیلی قوی در افغانستان هستن مبارزه که هنوز فرصت داشتن مبارزه کردن که ما در اون زمان شاید تولد نشده بودم. خانم های مبارزه کردن که امروز حضور دارن که ما خیلی خرد بودم. خانم های حضور دارن فعلا در افغانستان زمانی که اونا مبارزه می کردن ما شاید در ابتدایی ترین مرحله مبارزه زندگی بودم. درس می خواندم. یکی از مصاحبه شما را شنیدم بانو نادری شما گفته بودین که تلاش میکنین از سیاست دور باشین و هیچ خوش ندارین که بیشتر داخل سیاست باشین ولی امروز بیشتر داخل سیاست شدین. یکی از حرفای دیگه شما این بود که دوست دارین که زنا بیشتر در سیاست نقش بگیرن و گفته بودین یکی از تلاش‌های مهم شما در زندگی همین است که بتونین بانوها را تشویق بکنین که بیاین به سیاست و متوانی استعدادشون را در سطوح مدیریتی و رهبری بتونن که برنامه‌اش بگذارن. چقدر موفق شدین در این راستا؟ من می‌خوام صادقانه بر شما بگم در حوزه کاری فیلم در یک مدت هست که من از حوزه سیاست به اون اندازه‌ای که در گذشته بودم خود یک کمی بیرون از او هستم. بعض مسائلی بود که بر من مهم بود و من میخواستم که صادقانه و با دیسپلین کار کنم و دیسپلین دادن در حوزه کاری من فکر میکنم یک از شرایط کاری ما هست و دیسپلین دادن بر حوزه کاری یا ای که یک موضوعی بر من مهم بود که من باید را ختم کنم یک کمی بیرون بودن از سیاست به این معنی نیست که من سیاست عزیز دادیم. سیاست انگیزه میخواد. مثلا مرسی که در سیاست وارد کرد فکر میکنم در مرحله ابتداییش همون کاراکترم بود. برخورد را که من صدا بلند میکردم، نظر ابراز میکردم، استادگی میکردم. اونمو کاراکتر را که من داشتم با وصف یک سیاست خوشم نمیامد داخلش کرد. حالی هم هر بار چیزایی را که ببینم باعث ناراحتی شوه در نهایتش صدای سیاستم میشه. سیاست حتمی هست برای من فکر میکنم که روزهایی میاین که من فکر میکردم که شاید ما آیا دیگه سیاست بکنم یا نه. یعنی ما طبیعتا شاید دشوار باشه که کسی باور کنه شخصی هستم که بسیار خوش ندارم که ناراحتی ها رو روی چی بیارم. شاید ما شخصی آیدالیستی هستم که یک فضای خیلی آرامی انسانی زیبایی را در ذهن و از طفولیت تا به حال را داشتیم اما وقتی که میاموزم که ای آیدولیست بودن توفی نیست که از آسمان و زمین برام روان شود زحمت میخواید مبارزه میخواید و وقتی که من رایش احساس میکنم باز برای مبارزه کاملا آماده میشم. دقیقاً یک کاملا سیاست اینجا... فکر میکنم صدایم باید دقیقاً بانو نادری مطرح میشه که شما متعلق به یک خانواده مذهبی هستین یک خانواده که یک شهرت خاص در افغانستان داره و از یک احترام خاص هم در افغانستان برخوردار است این خانواده. خیر معتقد هستن که بانو نادری در کنار که خودشان به عنوان یک سیاستمدار آمدن و تلاش کردن یک بحثشان برمیگرده به نام و شهرت خانوادگی خودشان. چقدر فکر میکنید فعالیت سیاسی شما یک ریشه داره در امو شهرت و جایگاه احترام خانوادگی خود شما و یک بخش متلاشای کاری خود شما در عرصه؟ ما میخوایم دو موضوع رو بگویم. اولی که برای هر افغان فکر میکنم بلخصوص برای یک دختر افغان با قسم دختر افغانی که ما کلان شدیم برای خانوادگی ارزش های خانوادگی و امو احترام بر خانواده از طفولیت آموختانده میشه. و چقدر موثر بوده روی موقف سیاسی شما؟ اگر اجازه بدین با سوالتان گرفتار باشم میپردازم. اما زمانی که ما در سیاست داخل شدیم شما من نمیفهم که اگر بار شنیده باشم که ما آمدیم روی موقف فامیلیم روی بخش فامیلیم صحبت کرده باشم با واسه اینکه موضوع خیلی زیاد در افغانستان چی است رایج است کسی که از خانواده بزرگ میآید بیشتر صحبتش بر خانواده بزرگش است با هر چیز دیگه به او وصل میده. ما احترام بر خانواده ایم دارم مثل که شما گفتن که از یک خانواده مذهبی آمده ایم شما به ندرت شد ببینین که مثلا ما یک مملکتی هستیم که مردم به ارزش هایش خیلی قوی پابند است. ما احترام برای موضوع فامیلی ایم دارم وقتی موضوع مذهبی میآید
اگر شما ببینید ما در کارهای سیاسی استفاده از مذهب نکردیم. تلاش خودتان بودن. ما میخواییم که کامل بسازم جواب بر شما. اما این معنی رو نمیده که ما این کار میکنم. هدف ما این کار کردن نیست. هدف ما این بود که ما به قسم یک فرد چقدر میتونم مبارزه خود داشته باشم. کسی که در ابتدا میایه مثلا به نام هر قدرتی که در اطرافش باشه با اون موضوع داخل میشه. من یه وقتی به خاطر از اینکه منصفانه صحبت کنم ما بعضی وقت حتی این موضوع را گفتیم که شاید یک بخش آرایی که برای ما ریختانده شده باشه به خاطر نام خانوادگی باشه. به خاطر از اینکه ما منصفانه صحبت کنم این موضوع را میگم. حتی در زمان کمپاینایم شما نامی از پدر ما در پوسترهای ما نمیدیدید. در حالی که پوسترهای ما بسیار تحرک کننده بود، بحث‌های جدید ملی را اما شما از آدرس یک حزب کاندید شدین و برنده شدین. دلیل اساسی که از طرف حزب اومدم وقتی که در انتخابات میری مردم اعضا و خوش ندارن. مردم فرد بیشتر به قسم یک فرد از هر کس میتونی که رأی بگیری. ما چون که فکر میکنم امی کسی که جوان داخل سیاست میشه باید بعض چالش ها را ما به این معتقد هستم بگیرم. ما چالش گرفته بودم از سیاسی. بسیار خوب. یعنی فکر میکنی که هر دو نقش تاثیر گذار بوده با حزب سیاسی مشکل داره خود داخل نشو. اگر کسایی که حزب سیاسی را دارن داخل میشن چرا در ذهن مردم ضرب میکنن که حزب سیاسی خراب است؟ مردم از سیاست به دور نگاه داشتن به این معنی میت که از قدرت زندگیش به دور نگاه داشتن. بسیار خوب. بنادر شما یکی از چهره های فعال حقوق زن هستین که در افغانستان هم از شهرت زیادی برخوردار هستین. اگر جریان های از شما بخواین که شما را کاندید ریاست جمهوری شوین میپذیرین؟ ما میخواییم این موضوع رو هم بگویم که برای چی شما برمیگردم سوال قبلیتون نتکمیل است. ما عموما در بسیاری موارد بر ما هر کس میاین میگن که به خاطر بین خانواده وابسته است ایجا آمده. تبعیض بعض اوقات باید تعریف کنیم که تبعیض چیست. شما اگر در دوره دموکراسی افغانستان رو ببینین برای هر خانومی که سر و صدای برای موضوع تانس بلند کنند صدا داشت نظریه داشت برش حق زیر دارد که رشد کنند. درست؟ ما هم از امی دوره بودم که داخل شدم به هیچ وجه ما بیشتر بر شما گفتم که از نام خانوادگی ما چشم پوشی نمی کنم. اما یک کسی که مورد امی تبعیض قرار می گیره از بخش های مختلف است. برای یک مفکوره برای خانوادهش میری او را مورد تبعیض قرار می دی. یا خانوادهش فقیر است یا سرمایه دار است. اگر با او برخورد خراب به خاطر خانوادهش می کنی تبعیض شمرده میشه. یک چیزی که در فرهنگ سیاسی افغانستان خیلی حاکم است است که یک نفره که اگر ما از یک خانواده میایم اگر هر کاری میکنم به خاطر از اینکه کار ما بخواین بعض اوقات از لحاظ منفی بودن نشان بدن برای ما میگه به خاطر که دینی خانواده رب داره. ما از خانواده منکر نیستم. خانواده چی به هر سطح زندگی که در افغانستان میداشت ما جزی حق انسانی میشمارم به هر خانواده‌ای که متعلق است و اونم از ما است به هر قسمی که هست. اما دلیل اساسی که ما خانواده ما همیش در سیاست داخل شدم ناوردم نمیخواستم که تبعیض ایجاد کنم. اما تبعیض را که من خواستم ایجاد کنم همیشه علیم ایجاد شد. همیشه هر کسی که میخواست مرا بزنن بر کارهای خودم نمیامدن بر بک‌گراندم میامدن. این مرا ضعیف نساخت مرا بسیار قوی تر ساخت. ما حساس بودم همیش ترس از زیر داشتم وقتی که در سیاست میایم که ما صدا از انجری خوردم یک صدای خیلی بزرگ بلند میکنم. صدایی را که رب میگیره برای یک ملتی که درد دیده هست. ما دایی را سزیر داشتم که صدایم برای یک قوم خاصی که بر خودم رب میگیره وقتی که بر چوکی ملی میشینم سوء استفاده از چوکی بر او موضوع نکنم. با وصف از اینکه ما در مقابل یک قوم مسئولیت داشت. بسیار خوب. در مورد پاسخ بعدی که اگر جریان های از شما بخواین که شما خاطر کاندید ریاست جمهوری بکنین میپذیرین؟ ما فکر میکنم جواب دادن به این سوال خیلی وقت است. ما آمادگی کاندیداتوری ریاست جمهوری را مثلا در ذهنم نداشتیم. بر ما یک چیز مهم است مبارزیم بر چیزی که معتقد. اگر یک خانم قوی سیاستمدار و فعال حقوق زن بیه در کنارش ایستاد میشین یا مثل گذشته حمایت میکنین از کسای دیگه؟ بر ما چیزی که مهم است تنها موضوع زن بودن ما نیست. زن بودن ارزش خاص خود دارد. اما شما از یک جنبش نام بردین و گفتین که باید زنها دست به دست هم بتن و یک جنبش کلان را ایجاد بکنن. من فکر میکنم اگر آدم یک بانوی می از یک زن حمایت میکنه این میتونه یک گپ بسیار کلان برای ما میخوایم که مسئولانه جواب بتون به خاطر آینده چی میاره
در زمانش ما تحلیل کردن میتونم. و براتون یک مثال میتونم. در انتخابات ریاست جمهوری گذشته ما از دکتر صاحب اشرف غنی حمایت کردیم، اجل ما رئیس جمهوری امروزی ما، و در اون زمان در پکیجی که اینا داشتن و یک پکیج دیگه که یک از خانم ها بودن، مثلا من حتی به قسم یک فرد طرفدار این پکیج بودم. من به قسم یک چیری سیاسی بر خود حق میدادم که باید کی را انتخاب کنه و دلیل داشتم. یک از دلایلی که ما در بحث‌های ما داشتیم، ما برشان میگفتم که از با تمام حفظ احترام، مثلا بر جناب آقای زلمه رسول که بحثا به این آمد که یعنی آقای زلمه رسول در پکیجشان خانومه داره، ما برشان گفتم برای ما مهم است که جناب زلمه سیب رسول در زمانی که وزیر خارجه بودن یا کارهای دیگه میکردن چقدر خانومه ها را قدرت بخشید، که امروز وقتی در یک پکیج کاندیداتوریشان میان خانومه داخل میکنن، ما معتقد شدن که با برنده شدن از اینا مساوات میه به تمام عرصه ها، بلخصوص برای قشر اوناس افغانستان. اما وقتی که اونا در بهترین و آسوده ترین در زمانش نسبت به دیگه وزارتخانه وزیر خارجه افغانستان بودن، اینا نتوانستن زنا را بر رده های تصمیم گیری های بلند بگمارن، ما چطور معتقد میشون وقتی که اینا بیاین رئیس جمهور شوند این تغییرات میارن؟ اگر پکیجی را امروز برای خود ساختن، پکیجش یک سیما، یک پوستر سیاسی هست که جذب کننده هست، اما در پشت از این پکیج شاید دیدگاه های دیگه وجود داشته باشه که زن نه تنها رشد داده نتونه، شاید ضعیفتر بسازه. دیدگاهم بود یا اشتباه یا درست تحلیل فکری و تجربه بود. اما برای جناب دکتر سیب اشرف خانی دلیل ما این بود که دکتر سیب این دیده خیلی عمیق داره، انسانی هست که خیلی جدی هست، اکادمیک هست، تکنوکرات هست، معتقد به حقوق زن هست. حتی در زمان کمپاین انتخاباتیشان با بسیار جدیت اونا میگفتن که من زن به خاطر زن بودن خودش اول احترام دارم. اما فکر نمیکنم خانم نادری که چه خوب است که اگر یک زن قدرتمند بیاید روی کار و مبارزه بکنه در کنار دیگر کاندیدای ریاست جمهوری بیستم، فکر نمیکنید یک گپ کلان میتونه بر زنان افغانستان باشه؟ من خواستم بر شما اگر بگم و اگر حمایت زنان سیاستمدار در افغانستان در کنار خودش داشته باشه. من شما منظور ما درک نکردید، من سوال شما را کاملا گرفتم. منظور من این بود که بعضی اوقات پکیج با وجود میای یک تو برش رای داده نمیتونی، تنها بر نام زن بودنش. ما با مخاطر دلیلی زلمه سیب رسول بر شما آوردم، با وصف از اینکه یک از خانم های با آقای زلمه رسول بود که خیلی مورد احترام ما قرار داره، اما ما میفهمیدیم که رئیس جمهور کسی هست که قدرت اساسی را با خود داره و در عین زمان آیا او شخص اجازه میته که او زن رشد کنه یا نکنه. من نمیگم امروز که در حکومت فعلی فکر نمیکنم چه زنان باید منتظر باشن خانم نادری که دیگرها برش اجازه بدن کنن رشد کنن، یا دیگرها برشان تعیین تکلیف بکنن که چیکار بکنن در سیاست؟ چرا زن به این بلوغ فکری نرسه که خودش بر خودش تعیین تکلیف بکنه که چیکار بکنن در سیاست؟ ما شما نگفتیم که نباید برن، شما گفتین اجازه نمیتن بعضی دست هایی که زنان خودشان رشد بکنن. ولی فکر نمیکنین که 17 سال گذشتاندیم و این توانایی رو باید زن افغان پیدا کرده باشه که خودش بر خودش تعیین تکلیف بکنه که رشد بکنه در سیاست یا نکنه، و حتی بیان بر مردها هم تعیین تکلیف بکنن که در سیاست چی کار بکنن چی کار نکنن؟ این گفت بسیار خوب است، اما ما برخلاف از موضوع نیستم. شما حتما دقیق موضوع رو میفهمید. ما منظورم از پکیج آقای زلمه رسول که به قسم یک مثال بر شما اردون بود که اونا در پکیج رئیس جمهور، اگر اونا کاندیداتوری رئیس جمهوری بودن رئیس جمهور میشد، نمیشد بازو خانم بگه که من دیگه معاون نمیشم، بعد از اینکه رای گرفت رئیس جمهور شد الان میرم کرسی رئیس جمهوری، تا من اینو مای کارو میکنم. یعنی یک ساختاری وجود دارد، درست بله. یک مثلثی وجود داشت، رئیس جمهور با دو معاونین شد. یعنی در آینده اگر یک خانمی بیاید که ما تمامی، مثلا یک موضوع میخوام اینجا وضاحت بدم، خانمی که در پکیج جناب زلمه سیب رسول بودن شخص قابل احترام و یک خانمی بود که زحمت کشیده بود، کار کرده بود، اما چون که در فرمول سیاسی بازی دیگه چیز بود، کسای دیگه بودن بازی میکردن، با او خاطر ما دیدم متفاوتر بود. با او دلیل آمدم از یک گروپ حمایت کردم که در اوجه پکیج رئیس جمهورش یک آقا بود که ما بیشتر سر رئیس جمهور کار کردش فکر کردم، چون که قدرت اساسی رئیس جمهور داره بخواهی یا نخواهی. در آینده اگر یک خانمی می آید میتونه که تمام معیارهایی که در ذهنم وجود داره او را تکمیل کنه و ما فکر کنم که خانم می آید افغانستان را میتونه بسازه، زن افغانستان را رشد میده، ما هیچ کدام مشکلی نباید داشته باشم. یعنی ما میتونستم که سوالتون را به بسیار سادگی جواب بدم، اما خواستم که یک کمی ژرف نگری کنم که در سیاست باید بری تحلیل کنی.
با تحلیلات ارزش داشته باشه و در نهایتش نتیجه بده. یعنی امروز ما نمیگم که زن افغان مشکل نداره، زن افغان امروز هم مشکل داره، نگرانی های ما وجود داره، ساختارها تنگ است، دیدگاه ها بسیار تنگ است، زن هایی که در هر حوزه کار میکنن خیلی چالش های فراوان پیش میشه. در مورد این چالش ها یک آزمون است بر ما که چه با این آزمون برسیم. در مورد این چالش ها بانو نادری به عنوان مشاور ارشد رئیس جمهور چه صحبت های با رئیس جمهور داشتن در مورد موضوعات کلان زنان؟ در این بخشی که ما مثلا بیایم بر موضوع کاری، ما مختصرا بر شما کارکرد ملل متحد میگم. ملل متحد روی یک سند کار میکنه، سندی که کارهای ملل متحد تنظیم میکنه. من بعد در اون سند برنامه های ملل متحد توضیح داده شده. یکی از موارد را که ما خیلی جدی در اوج رویش بحث کردیم، تنها زنها نیست، زنها و جوان ها هست. اینا چون که ارتباطات بر هر بخش، بر هر حوزه، بر هر کار، بر هر وزارت خانه دارند، متقاطع هستند، با او دلیل ما میخواییم که ساختار ازی و میکانیزم ازی روشن باشه. میکانیزمی که زن وقتی که در بخش تحصیل میایه، در بخش صحت میایه، در بخش مهاجرین میایه، در بخش حاکمیت قانون میایه و در بخش نورم میایه، باید معلوم باشه که زن چه نقش داره. نقش زن مانند کرسی و موقفش است که باید تعریف شده و برش روشن باشه و این میتونه که ما را از نگرانی های ناهنجاری که وجود داره در حوزه صدای زنانه این را به طرف یک مفکوره هنجار و سیستماتیک ببرن. شما میاله اگر ببینین زنها در حوزه های مختلف کار میکنن، در حکومت افغانستان فعلا در 25 وزارتخانهش همیش با حق و با مسائلی که بر در رابطه بر زنها سر و کار دارن اینا برنامه ها دارن. اما این برنامه ها اگر روشن نشه، اگر دست به دست هم نته، حقوق زن ما نمیتونه در افغانستان تنها شفاهی و یا بیانوی و یا یک شوری صحبت کنیم. باید برش میکانیزم بسازیم، ما برش سیستم بسازیم که در هر وزارتخانه سیستم زن واضح باشه که برنامه هایی که در رابطه با زن داره چی مؤثریت به زن میاره و چه قسم این برنامه با برنامه‌ای که در وزارتخانه متفاوت وجود داره در کجا اینا متقاطع هستن میتونن بیان کنن. و زنان افغانستان چقدر باید منتظر باشن که برنامه تطبیق شوه؟ این برنامه ملل متحد هست. ملل متحد در طی 14 سال در افغانستان که کار کردن بر یک فرهنگی نسبتاً آزاد به پیش آمدن، چرا که حکومت افغانستان آنقدر مشکل خود داشت که تنها ملل متحد افغانستان هم و چالش ها و خلاهای کاریش گوش زد میکرد و یا یکی که بر ما برجسته میساد. اما متاسفانه حکومت افغانستان با وصف از اینکه رئیس جمهور در سال 2010 در کنفرانس کابل صدا را بلند ساختن، من فکر میکنم دیدگاه شخصی خودم است که شاید در سطح رهبریت حکومت در گذشته امید جدیت وجود نداشت، نتونست که تطبیق شود. امروز که رئیس جمهور افغانستان است جناب دکتر سباشف غنی، اینا در این مرحله خواستن که اینمی برنامه را تطبیق کنه و ملل متحد بیای با هم دیگه یک جا بسازن. 14 سال وقتی که یک ساختار در یک مملکت میسازی، فرهنگ سازی گفته میشه. یعنی ما فرهنگ 14 ساله ملل متحد در حالت ازی بودیم که در حالت تغییر بیاره. و خیلی کوتاه با نادری چون وقت خیلی کم است، در پایان میخوام بپرسم که زنان افغانستان بعد از این ناامید باشن، نگران آینده باشن و یا خوشبین باشن؟ زنان باید خوشبین باشه به هر حالت، نه به خاطر از اینکه افغانستان خیلی فضای خوشبینی برش به وجود آورده. اگر ما میخوایم که مبارزه امروز ما دیروز ما را تغییر بده، باید خوشبین باشیم. خوشبین بودن به این معنا نیستن که ما ناراحتی ها را حس نکنیم، هر روز خوش خندان بریم و پس بیاییم. به این معنا هست که هر چالش هایی که در زندگی ما میبینیم نباید ناامید شویم. یک راهی نه، یک راه دیگه وجود داره. اگر یک دروازه بسته میشه، دروازه دیگه باز میشه. اگر یک دروازه برای بسته میشه، باید خود ما یاد بگیریم دروازه دیگر را چقدر باز کنیم. کارهایی هست که ما میفهمم در زبان خیلی ساده است، در عمل خیلی دشوار است. اما ما یگانه راهی داریم، این است که اگر میخواهیم اما واژه‌ای را که بر ما همیشه داده شده، زنا سیاسر هستند، ضعیف هستند، به تقدیر خود گریه کنند، اگر میخواهیم که تغییرات به او بیاریم که ما حرکت کنیم و خداوند برای ما برکت بتن، باید مبارزه داشته باشیم، باید سیاست جدیدی از زنانه‌ای را با وجود بیاریم. اما این با صداهای پراگنده ما نمیشه و این باید به قسمی هم پیش نرود که ما دل سرد شویم. باید ما انرژی یک دیگه خود باشیم تا که بتانیم اونو دیدگاه را با وجود بیاریم.
یک نفر نمیتونه تمام این نقش به وجود بیاره. سپاسگزارم. این موضوع 30 میلیون نفوس افغانستان که اگر ما همیش میگم که زنا بیش از 50% نفوس افغانستان تشکیل میده، به دلیل ازی که بدبختانه ما بیشتر آقایان در سنگرها از دست دادیم. اگر از زنا را ما 51% بگیریم، 51% نفوس افغانستان ضرورت بر یک تیم قوی زنا دارن. تیم قوی تنها تحصیل نیست. تحصیل تنها نمیتونه همه چیز باشه. باید معیارهای مختلف داشته باشن تا که یک گروهی از رهبریت زنا را به وجود بیاره، فرهنگ هم دیگر پذیری را به وجود بیاره تا که بتونیم یک تغییرات بزرگ در سطح تاریخی در افغانستان به وجود بیارن در افغانستان. سپاسگزارم. خیلی تشکر از اینکه وقت گذاشتین. تشکر از شما.